ما با دو نفر از نمایندگان ولایت مختلف افغانستان که تحت یک برنامه 14 نفر از خانم ها بنا دعوت دفتر بین المللی پارلمان آلمان به برلین دعوت شدن و جلسات متعدد در برلین با نماینده های پارلمان آلمان داشتن. ما میخواییم که با دو نفر از وکلای ولایت پنشیر هستن و ولایت بغلان، خواستم که با دو نفر از نماینده های وکلای شمال افغانستان صحبت بکنیم تا ای که هموطنان عزیز ما در بیرون از کشور متوجه مشکلاتی بشن که در شمال افغانستان هست. بفرمایید شما اولا اگر کوتاه خود را معرفی بکنین و بگوین که به چه مناسبت دعوت شدین و در این چند روزی که در برلین بودین چه چیزهایی را دیدین، اگر لطفا کوتاه در رابطه بگوین. نام قاضی رایل سلیم، نماینده مردم ولایت پنشیر، از طرف پارلمان کشور آلمان دعوت شده. تقریبا 14 خانم وکلای اوناس افغانستان و تا الحال ما با وزارت خارجیش دیدن کردیم. با زیادتر برنامه ما مربوط پارلمان افغانستان میشه. پارلمان آلمان دعوتی را که بر ما ترتیب داده بود، دو روز قبلش با کمیسیون های مختلفش نشسته داشتیم، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صحت بود، کمیسیون دفاعی، و امروز هم با رئیس پارلمان آلمان یک نشست داشتیم، جربسهای صورت گرفت با کمیسیون دفاعیش، و بعد از ظهر هم خود مجلس علنی پارلمان آلمان دیدن کردیم و در اوج موضوع بسیار مهم و اساسی در قسمت تمدید قوای آیساف به کشور افغانستان بود که خوشبختانه امو جربسهایی که با کسایی که در رأس حکومت آلمان قرار دوران از طرف وکلای افغانستان صورت گرفته بود مورد پذیرششون واقع شد و تقریبا همه اعضایی که در پارلمان بودن، همه وکلایی که در پارلمان آلمان بود به حساب از افغانستان حمایت کردن و اتو ابراز نظر کردن که گویا تصویب خود پارلمانشان کرد که قوای آیساف دوباره به کشور افغانستان تمدید شود به خاطری که صلح در افغانستان تحکیم پیدا کنه، با سازی شود و پایه های حکومت افغانستان مستحکمتر و ثبات در افغانستان به وجود بیاید. خب شما هم لطفا اول کوتاه خود معرفی بکنین و از زاویه دیگه بگین که چی چیزایی را شما در پارلمان آلمان دیدین و چی چیزایی را با خود برای تجربه آینده کاریتون در پارلمان افغانستان با خود میبرین. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان و بینندگان محترم تلویزیون، ما شکری ساخیر وکیل مردم ولایت بغلان در ولسی جرگه افغانستان میباشم. قسمی که وکیل محترم فرمودن، ما چیزای بسیار خوبی را آموختیم از پارلمان جرمنی، به خاطر اینکه یک خب بخش اداری پارلمان، وقتی که ما ورکشاپ داشتیم از اینا آموختیم که در بخش اداری پارلمان دانشای پارلمان چی کارهایی را میکنه و بخش دیگه از اینا که اونم بخش اداری هست که اونا چی کاری را میکنه، از اونا کار یعنی چی موضوعات بسیار خوبی را آموختیم. و مسئله مهمه که ما بر ما یک دستاورد بسیار مهم است بر افغانستان که ما امروز در پارلمان خود جرمنی به تصویب رسید که باید قوای آیساف در افغانستان تمدید شود. مهمترین موضوع اینمی بر ما است که به خاطر که وکلای از اینا هر کدامشان پیشنهادات داشتن در مورد توسعه اقتصاد، هر گاه افغانستان گفت اگر اقتصادشان بالا بره و انکشاف متوازن در افغانستان وجود داشته باشه، شاید وضع امنیتی هم رو بهتر شود، به خاطر که مردم بیکار در مؤسسات دولتی وظیفه پیدا میکنه و در پولی از مؤسسات دولتی ایجاد میشه و در بخش معارف میباشه، در بخش صحت میباشه، مردم وظیفه پیدا میکنه، از اون لحاظ بر مردم بهتر است. یعنی موضوعات بسیار مهمی را از جا آموخته ما. هموطنان عزیز، ما خوشحال هستم که برای اولین دفعه با نماینده های پارلمان افغانستان طبقه اوناس با اینا صحبت میکنم، چون تنها و نماینده های مردم افغانستان به او زدبنده های سیاسی هنوز به اصطلاح مواجه نشدن و میتونن که واقعا مشکلاتی که در افغانستان هست و با تماسی که همیشه با موکلین خود در ولایت خود دارن میتونن که اما مشکلات اساسی رو بیان بکنن. لطفا بفرمایید شما بگین که البته یکی از مشکلات عمده افغانستان مشکل امنیت است، در شک نیست، تا از جایی که مشکلات امنیتی در شمال افغانستان نسبتا کمتر است، میخوایم پرسان بکنم که به علت کم بودن ناراحتی یا در اینجی و یا بودن مخالفین دولت، آیا در راستای بازسازی چه کارهایی در اینجی شده و چه کارهایی شما اشد ضرورت میدانین که باید انجام بشه؟
در قسمت بازسازی طرف ولایتی که مربوط ما میشه واقعا یعنی یک مرحله طلایی را من احساس میکنم در این وقت زمان، به خاطر که بعضی بازسازی های مثال سرک تا قسمت زیادی را ترمیم شده و حتی استر قیرریزیش هم شروع شده تا قسمت های زیاده، بعضی مکاتبی که تخریب شده آباد شده، ولی من این بازسازی را بسیار جزئی و کم فکر میکنم، به خاطر از اینکه ویران کردن کشور ما بسیار طولانی زمان، اگر فکر کنیم که 30 دهه کشور ویران شده و تقریبا چند دهه دیگه این ضرورت به اعمار داره، خصوصا در قسمت معارف که زیربنای معنوی هر کشور را تشکیل میده توجه زیادی باید صورت بگیره، بازسازی زیادی در قسمت مدارس، مکاتب، چی مکاتب پسرها باشه و چی مکاتب دخترها باشه، تا ما بتونیم امو فرهنگ از دست رفته که در طول جنگ های متمادی ما از دست دادیم با احیای مجدد مکاتب، با اعمار مجدد ما بتونیم دوباره نسل را تربیه کنیم برای فرداهای افغانستان. و امیدوار هستم که بازسازی چون در سمت ما امنیت بهترتر است، ولو که هر وقت شو میشه که آدم به او طرف حرکت کنه و سفر کنه، کوچکترین حرکتی یا یک فیری را آدم نمیبینه، بنان امیدوار هستم که بازسازی زیادتر و زیادتر به این صفحات صورت بگیره. این سوال را میخواست از مناطق شما پرسان کنم، به اضافه ای که چه کارهایی در راستای بازسازی شده و آیا شما در راستای آزادی مطبوعات، آزادی بیان و رسانه ها و خصوصا حضور فعال زنان در ولایت خود چطور میبینید؟ آیا نهادهای زنان در اینجا هست و آیا در این تحولاتی که در افغانستان شده آیا هنوز هم جامعه مردم سالاری خشونت علیه زنان اینا صورت میگیره و شما از موکلین خود در رابطه مشکلات های زیاد را میشنوین؟ تشکر. یکی خود دایسی بازسازی باید بگویم که در افغانستان باید انکشاف متوازن باید صورت بگیره و چون که ما از ولایت هستم که مرکز از او شهر پلخمری است، مگر متاسفانه که یعنی تا جایی را که باید صورت میگرفت اما رقم بازسازی انکشاف متوازن در شهر پلخمری ولایت بغلان صورت نگرفته. خود مرکز ولایت شهر پلخمری سر نزدیک از او قریجات وجود داره که بسیار فاصله کم است، مگر متاسفانه که نه مکتب بازسازی شده و نه مکتب اصلا در اوجه تعمیر داره. اکثر اطفال ما در زیر خسکپگکای میشینن که نزدیکترین بر ولایت از نزدیک جای است. مگر یک موضوع دیگر هم براتون بگم، خود شهر پلخمری یعنی سرک از بین شهر پلخمری تیر میشه که از چندین ولایت سرک ترانزیتی است، یعنی مجبور است که حکومت و سرک خود جور کنه، مگر منفعت از او بر ولسوالی ما نمیرسه، به خاطر که مردم ولسوالی اصلا مشکل داره، سرک ندارن، آب و شامدین درست ندارن، کلینیک ندارن، این مشکلات هست که بیخی در اول باید برشان حل شد، مگم صورت نگرفته یک جایی را کورم دایگان و نسوالیک در نزدیک شهر اگر صورت گرفته باشه. و موضوع دومه که موضوع آزادی بیان گفتین، به فضل خدا در شهر پلخمری یعنی قسمی که آرزوی ما بوده ما انتخاب شدیم اومدیم در ولسی جرگه، برای ما زن و مرد رای داده که تنها من نمایندگی زن ها کده نمیتونم که مردم هم به ما رای داده، اینه میسته که در ولایت بغلان آزادی بیان، مطبوعات و یعنی به شکلی که خواهانش ما هستیم امر رقم وجود داره، هیچ کدام مشکلی وجود نداره. سوال که از وکیل ولایت بغلان کردم، قسمت آزادی مطبوعات را اگر به قسمت کوتاه اشاره بکنین و مسئله زنان و در این رابطه بگین که آیا در رابطه با مواد مخدر گفته میشه که خیلی از دولت مردان با نفوذ حتی اعضای دولت و ارگان های بسیار عمده در چی دارن، چرا اصلا دولت با پارلمان مستقلی که داره با نماینده مردم اصلا علیه از این متخلفین خصوصا در رابطه با مواد مخدر اقدام نمیکنن؟ آقای جلالی همیشه از یک لیست صحبت میکرد که من تمام اعضای بلندپایه دولت را که در این والیا در اینجا هستن و همیشه مخفیمون، چه عواملی وجود داره که هنوز هم این ملاحظات هست که نمیخواین این مسائل را افشا بسازن؟ خب به شما بهتر معلوم است که در کشور ما همیشه بعضی وقت مصلحت بر مستحق برتریت داره و در این قسمتی که بعضی کسایی که در رأس چوکی های بلند قرار داره و دست به این اعمال میزنه، اما قسمی که وزیر سابق وزارت داخله گفتن شاید فیصدی صحبتاشون واقعیت داشته باشه، ولی وقتی که در یک رأس یک مرجع بلندپایه قانون زیر پای میشه و از قانون تخلف
تخلف میشه، مرجع دیگه باید که او سیستم قضایی یا دادگاهی عالی یک کشور است میتونه که موضوع را بررسی کنه، ولی در قبالش باید اسنادی وجود داشته باشن. همه با همه بهتر معلوم است که خود دستگاه قضایی ما، دستگاه عدلی قضایی ما خودش ورشکست شده و خودش قانون شکن شده، خودش قانون زیر پای کرده بود، که امیدوار هستیم با گرفتن رأی که قضات نو پیشنهاد شدن و رأی گرفتن و قاضی القضات کشور نو شد، شو اعضای شورای عالی نو شد، بتونه این ارگان هم از این فساد اداری و از این قانون شکنی نجات بده. ای که کسایی که در رأس قدرت قرار داره طبعا مشکل است که پارلمان با این افراد وارد بحث شده، به خاطر از اینکه پارلمان در افغانستان نو بنا شده، نو تشکیل یافته. اگر شما و دوستا تاریخ مطالعه کردن که ما پارلمانی در دهه دموکراسی هم داشتیم، ولی مداخله مستقیم حکومت بود که پارلمان نتیجه نداد. الحال هم که ما میبینیم پارلمان ما نو است و خواهی نخواهی بعضی مداخلاتی از طرف حکومت در پارلمان صورت میگیره و این مداخله مستقیم حکومت که به همه هویداست طبعا پارلمان تحت تاثیر خود آورده و تحت یعنی حکومت بالای پارلمان نفوذ میکنه. زمانی که حکومت بالای پارلمان حاکم شوه و نفوذ کنه طبیعی است که ما هیچگاهی نخواهیم صدای بر حق خود بکشیم و بالای افراد و اشخاصی که تقریبا فیصدیشان شاید 30 باشه، شاید بالاتر باشه و یا کمتر، که به این قسم اعمال میزنه. این زمان کار داره، پارلمان هم 9-6 ماه تیش داره، ولی زمان کار داره. با مرور زمان میشه که وکلای که ملت بر از او رای داده و ملت او را انتخاب کرده و مرجی است که قوی تقنین است، قانون جور میکنه، قانون تصویب میکنه، توسط قوانین بتانه که جلو همچو اعمال را از طرف کسایی که در قدرت های بلند در رست قرار داره گرفته شد. لطفا همین سوال هم شما جواب بتین، به اضافه ای که افغانستان دیگه فعلا یک جزیره نیست مثل وقت طالبا. منابع خبرگزاری بین المللی در داخل افغانستان در شمال در جنوب مرتب گزارش تهیه میکنن، روزنامه های اروپایی و امریکا پر است از این که در بعضی جاها گفته شده که حتی رئیس مبارزه با مواد مخدر خودش در قاچاق مواد مخدر دست داره. یعنی این مسائل در بیرون انعکاس پیدا میکنه. شما لطفا در این رابطه بگین که پارلمان تا چی اندازه صلاحیت داره برای افشا از این مطلب. یعنی باید ما به جامعه بین المللی نشان بدیم بالاخره که پارلمان آینده افغانستان اقلا میتونه که اعتراض بکنه به بعض مسائل، تا وقتی که جامعه بین المللی متوجه نشه که دولت افغانستان و نماینده های پارلمان افغانستان نمیتونن یا نمیخوان که برای فساد اداری اقدام بکنن، جامعه بین المللی میگه خب ما باید چیکار کنیم. لطفا در این سوالی که قبلا کردم به اضافه این مطلب اگه لطف بکنید. تشکر. ما به سوال قبلی شما اشاره کنم که شما فرمودین که آقای جلالی چندین بار گفته که من لست پیشما هستم، مگر در این مورد ما چند وقت پیش از اینکه سفر طرف جرمنی داشته باشیم مصاحبه فاروق وردک وزیر دولت در امور پارلمانی و رئیس عمومی اداره امور از طریق تلویزیون ملی افغانستان شنیدیم که اونا در مصاحبه خود فرمودن که ژورنالیست از پیش سوال کردن و فرمودن که ما چندین بار از طریق سفارت از پیش آقای جلالی خواهش کردیم، مکتوبی از پیش خواهش کردیم که لطفاً این لیست بر ما بفرست که ما از طریق از لیست اجرات کنیم، مگر گفت آقای جلالی کنار رفت از این موضوع. گفت یک بار، نه دو بار، سه بار مکتوب فرستادیم، مگر جوابش گفت بر ما روان نکرد که ما میفهمیدیم کدام اعضای حکومتی در این چیز لیست مواد مخدر هستن. و آمدیم بالای موضوع از این که پارلمان مرجع قانون گذاری است و ما در میان پارلمان جرمنی هم دیدیم که یک اپوزیسیون میباشه که طرفدار حکومت میباشه، مگر ما وکیلای را داریم در داخل پارلمان که مستقل هستن، نه وابسته به حکومت هستن، نه وابسته به اپوزیسیون هستن، فقط نماینده مردم هستن و هر گروهی که به نفع ملت کار کنه شاید طرفداری از اونها بکنن، به مو خاطر تا به حال هم مستقل ماندن و ما نمیخوایم که از اشخاص افرادی که به خاطر اقتدار چوکی قدرت دولتیشون حالا سوء استفاده بکنن بگم بکنن. هیچ کدام وکیل ما به طرفداری از اونها فکر نکنم، که ساشن شخصا خود ما به نمایندگی از خودم میکنم، میگم براتون که تا وقت با مردم خود هستم که یک قطره خونم در وجودم باشه و چون قبلا هم در کدام چوکی بلند پست دولتی کار نکردیم که طرفداری از حکومت بکنم و یا برخلاف حکومت گپ بزنم، من تا مشکل حکومت اگر هر لحظه ببینم و به نفع ملتم باشه، به نفع به نقص مردمم باشه، اون رو شاید صدای خدا بکشم درشان.
ببخشید یک مسئله دیگه است که آقای پرویز مشرف بنا به دعوت آقای کرزی به افغانستان آمدند و در پارلمان افغانستان صحبت کردند. اهانت هایی که همیشه آقای مشرف نسبت به رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان میکنه و حتی در دعوتی که آقای کرزی به پاکستان داشته فقط به یک دانشگاه نظامی تونسته صحبت بکنه، به هیچ یک از مراجع عمومی که وکلا باشن اجازه صحبت کردن نداشته. ولی چطور نماینده مردم افغانستان پس از صحبت آقای مشرف و بعدا اتهاماتی که وارد کرده ایره، آیا شما توهینی به افغانستان، به مردم افغانستان و پارلمان افغانستان نمیدن؟ این سوال متوجه هر دو وکیل محترم است که اول از شما پرسان میکن. اما قسمی که شما فرمودین که آقای پرویز مشرف به کشور ما آمد و مدت دو روز سفرشان طول کشید و صحبت هایی داشتن که وکلا را هم دعوت کرده بودن، متاسفانه آمده برنامه شان نبودم. ولی من میتونم اینقدر بگویم که در طول تاریخ امی حالتی که ما در 3 دهه کشیدیم، اگر اشتباه نگفته باشیم، مسئول همه بدبختی های ما پاکستان است. ولی فعلا پاکستان خودش در حالت درگیر است با بلوچستان که شما خبر دارین با کشته شدن بوکتی وضع خود پاکستان خراب بود. بنان پرویز مشرف به خاطر هزی که بلوچ ها با افغان ها با کشور افغانستان در تماس و در تفاهم نشه و این کشور همکاری را با بلوچ ها اعلان نکنه و یا همکاری همراهشان نکنه، بنان در یک وقت بسیار اساسی که مشکلات درون کشور خودش بود به کشور ما آمد. ولی صحبت هایی که کرد، ما نمیگیم که صحبت های دیپلماسی و سیاسی ازی تا چه حد قابل اعتبار است و تو چه حدی نیست. ولی من احساس میکنم که شاید صحبتهایشان کدام تابلید خواباوری برای ملت ما باشه تا در عقب پردی که پیش خودشان از رازهای دیگه نهفته باشه و دوباره دست به بعضی عملیاتی بزنن که فعلا هم همه ترور همه انفجاراتی صورت میگیره، اکثریتش فقط سرحد باز است، قوای سرحدی نداریم از طرف پاکستان و کشور افغانستان میان. امیدوار هستیم که با آمدن این سفرشان که دست دوستی را و دست برادری را که سالها دراز کردن و حتی در صحبتهای خود گفتن که نباید دو طرفه با هم اتهام وارد کنیم، اتهام وارد کردن شما بالای ما و از ما بالای شما دردی را دوا نمیکنم. و اگر پاکستان همچه فکری داشته باشد که گویا یک جا با کشور ما دوست باشه و همچه حرکاتی در آینده صورت نگیره، یقینا به نفع افغانستان و پاکستان است. در غیر از او خود افغانستان و پاکستان دو کشور است که بدون ارتباط دوستی نمیتونن با هم رشد کنن و پیشرفت کنن و یک دهلیزی است هر دو کشور بر کشورهای دیگه. امیدوار هستیم که سفرشان نتیجه مثبت داشته باشه و امو وفاداری یا تعهدی را که به مردم افغانستان و خصوصا در پارلمان آمدن صحبت کردن وعده سپردن، به مو وعده هایشان وفادار باشن. در غیر از او کشور ما هم دچار مشکلات خود بود و کشور پاکستان هم دچار مشکلات خود بود. شما دیدین که در یکی از شهرهای پاکستان انفجار صورت گرفت که از طرف مردمای بلوچ اطمان بود و این مشکلات ها وجود داره. ما باز هم امیدواری داریم که کشور پاکستان از همچه اعمال خود بگذره و همونطوری که تعهد کرده با افغانستان دوست باشه، چی در آینده چی در فردا و پس فردا ها. بفرمایید شما لطفا در رابطه. تشکر. قسمی که در تاریخ افغانستان معلوم است که هیچ وقت کشور افغانستان با هیچ کشور همسایه خود دشمنی نداشته و مداخله با هیچ کشور نداشته و توقع مردم افغانستان هم از کشورهای همسایه هم است که هیچ وقت در امورات داخلی و یا سرحدات ما مداخله نکنن، مگر متاسفانه که در اواخر مداخلات در طول 30 سال جنگ هم رقم بود و در اواخر مداخله از کشورهای همسایه ما زیادتر بوده و در این بار توقع ما است که ما نمیخوایم که به گذشته باز رجوع کنیم که آیا پاکستان چی کرد. هر چیزی که کرده در مقابل افغانستان بر مردم جهان معلوم است، بر مردم خود افغانستان، بر مردم پاکستان و یا در پولی از کشور ایران و روسیه که مداخله میکنی بر مردم افغانستان بیخی رنگ و رنگ پلیسی از اینا بر ما معلوم است و بر مردم جهان هم. و ما آمدن پرویز مشرف اتفاق نیک میگیریم که هر چی که بود گذشته اگر خدا خواسته باشه به این آمدنشان یعنی تغییر سیاسی وارد شوه که دیگه امی حالت تغییر بخوره، فضا تغییر بخوره.
ما از حسن نیت شما بسیار خوشحال هستم، ولی شما در چند روزی که در آلمان بودین بعد از مسافرت آقای پرویز مشرف مجدداً اتهامات را بر دولت افغانستان و بر آقای کرزی وارد ساخته که گویا این مشکل مشکل داخلی افغانستان است و هیچ گونه مداخله ما نمی‌کنین، بلکه مناطق جنوب افغانستان و شرق افغانستان است که به این مشکلات دامن می‌زنند. و به عنوان سوال آخر می‌خوایم که اولین بار رشادت از طرف پارلمان افغانستان شده و دو وزیر دفاع و وزیر داخله را اظهار کردن و جداً و پرسان کردن علت عدم امنیت را در داخل کابل و ولایت افغانستان و علت عدم پیشروی نیروهای اردو ملی و پلیس ملی برای مبارزه علیه دشمنان مردم افغانستان. شما در این صحبتی که با این دو وزیر داشتین و سوالاتی که داشتین چطور تانستن که خود را تبرئه بکنن؟ اولتان شما ما باید به شما بگویم که این دو وزیر صاحبی که به پارلمان خواسته شدن و ایزار شدن جوابی دادن، ما حضور نداشتیم، نبودیم، مطمئن به کشور آلمان بودیم، نمیفهمیم که چی سوالاتی صورت گرفته و چی جوابی داده شده. خب پس ما بسیار مطرحت میخوام میسته که ای شما از مسافرت شما فکر میکنم که در روز مگذری یا هشت روز ای مسائل قبلا صورت گرفت. در هر صورت ای یک قدم بسیار نیک است که پارلمان افغانستان نشان میده و مردم کم کم علاقمندی پیدا میکنن. زمانی که اعتماد مردم به رئیس دولت کم باشه، به پارلمان کم باشه، دیگه هیچ امیدی دیگه برای اینا پیدا نمیشه. و به عنوان سوال آخر بازم میخواستم پرسان بکنم علت ازی که اردوی ملی و پلیس ملی در بعض موارد در مقابل دشمنان افغانستان تقریبا ناتوانتر است، انگیزه شما در چی میبینین؟ در قدم اول خود ازم پوشیده شدن اردو و پلیس کشور ما بعد از دورانی که حکومت دکتر نجیب سقوط میکنه، ما اردوی بسیار وسیع داشتیم، پلیس بسیار وسیع داشتیم که از هم پوشید و دوباره منسجم ساختن از این زمان کار داره، اقتصاد کار داره. در قدم اول امیز. و قدم دوم که اردو و پلیس ما با وسایل مجهز و مدرن اصلا آماده ندارن این وسایل، و از طرف دیگه خود کسی که به حساب صاحب منصب قبلی ما که تجارب علمی داشت از صحنه دور شده و هر کدامش وظایف مختلف گرفته، ولی افراد نمیره که میخواین مسلح شوه و به عنوان پلیس مستر خدمت شوه، او انگیزه نداره، فقط او به خاطر پول میخواد کار کنه. هرگاه پولی برش نمیرسه طبعا او نمیتونه که امو وظایف خود انجام بده و بتونه از وطن حمایت کنه و دفاع کنه. این مشکل پلیس و اردوی ما هستن. بفرمایید. تشکر. به سوال قبلی شما مراجعه میکنم که شما آمدن دو وزیر به پارلمان گفتین وقتی که ما رخصتی داشتیم به ولایت رفته بودیم، مردم از ادارات حکومتی زیاد شکایت داشتن و ما هم وقتی که از رخصتی آمدیم تماما وکیل ما بین ما امر رقم مصلحت صورت گرفت، گفتیم که فقط این مشکلات مردم فقط در غیر از اینکه وزیر استعفا کنیم بتلیم دیگر رقم مشکل از مردم حل نمیشه. به می خاطر بود که امر رقم تصمیم گرفته شده بود و شاید هم دو وزیرم به مخاطر خواسته شده باشه و در پولی از دو وزیر منتظر از این مردم ما باشه که ما شاید دیگه وزیرا رو بخوایم و مثل که در پارلمان جرمنی هفته یک بار خواسته میشه، شاید هم رقم تصمیم بگیریم به خاطر از اینکه بر مردم خود وعده دادیم که از این مشکلات خلاصتان میکنیم و تا جایی که در وسط توان ما باشه این کار میکنیم که استعفا وزیره، یعنی رأی که برش دادیم این رأی به این معنا نبوده که یعنی ما آرام شسته باشیم بر ازی و از غم و درد مردم خود بی خبر باشیم. هر لحظه هر دقیقه شاید ما دقیقاً پرسان بکنیم. و موضوع دوم که شما فرمودین به خاطر اردوی ملی را گفتین، خواهر ما بسیار خوبش فرمودن که اردوی ملی ما و پلیس ما مسلکی نیستن، به خاطر از اینکه اصلا هم مسلکی نیستن هم با تجهیزات نظامی مجهز نیستن. ما در شهر کابل یک مظاهره شد، ما یک مواد نداشتیم که حداقل گاز اشکاور می بود یا یک چیزی می بود که جلوگیری می شد، به خاطر بود که پلیس ما از اسلحه کار گرفت. اگر می با می تجهیزات مجهز می بودن مشکل ایجاد نمی شد. اصلا مشکل اصلی ما یکی که مسلکی نیستن، دوم دیگه یک تعداد اشخاص افراد گرچه به حساب امتحان میگن که در پلیس آمدن، مگم بازم ما میبینیم که فیصدی اشخاص افرادی که اصلا مکتبی نیستن، تحصیل در رشته نکردن، در اردو در پلیس جای بجا شدن. مشکل اصلی ما همیسته که مسلکی نیستن. هموطنان عزیز، شما شمه از صحبت های دو وکیل شنیدین که با شجاعت و شهامت ملت مدعا کردن و اقدرم ما افغان های مهاجر در بیرون نباید ناامید باشیم و میخواییم که در آخر اگر صحبت کوتاهی خواسته باشین، پیام یا صحبت کوتاهی به مهاجرین خود در بیرون از افغانستان داشته باشین، لطفا بفرمایید.
ما اولا به تمام مردم افغانستان در هر سرزمین در هر کشور و در هر جایی که هستن اما احترامات قلبی نه تنها خود بلکه از ملت افغانستان را برشان تقدیم میکنم. امیدوار هستم در هر جایی که هستن آسوده و آرام باشن. ولی میخوایم یک موضوع را برشان بگویم که ما از پروردگار خود استدعا میکنیم که کشور ما روزی مثل کشور آلمان و کشورهای دیگه شود تا دوباره ما هموطنان مهاجر خود در کشور خود ببینیم در کشور خود در امن و رفاه زندگی کنند. آلمان برای آلمانی ها می زیبا، فرانسه برای فرانسوی ها، امریکا برای امریکایی ها، نه برای افغان ها. تشکر. ما خواهی که پیامم برای جامعه اروپا امی است که افغانستان مثل که در ابتدا کمک کردن حال باید تنها نمانن، به خاطر که امنیت افغانستان امنیت جهان است. اگر افغانستان امنیت باشه جامعه اروپا دیگه جا هم امنیت باشه. تا آخرین لحظه باید افغانستان کمک کنن، به خاطر از اینکه وضع امنیتی اگر افغانستان خراب میشه وضع ناامنی در دنیا هم زیاد میشه. و دوم پیام همچنین که خواهر ما پیام خدا دادن رقم پیام ما هم بر مردم افغانستان همی است که افغانستان بر مردم افغانستان میزیبه و خدا کنه که تجارب خوب و آموختن در کشورهای بیرون و وضع امنیتی افغانستان روز به روز خوبتر شده میره، بهتر شده میره. از همی تجارب خود بیان در افغانستان استفاده کنن خوبتر است. هموطنان عزیز و بینندگان محترم، من از فرصت استفاده کردم با دو وکیل صاحب محترم صحبت کردم که بعدا صحبت ها ادامه پیدا میکنه. ما به عنوان خبرنگار افغان مقیم اروپا کوشش میکنم که همیشه از داخل افغانستان گزارش ها را پیدا بکنم یا اعضای عالی رتبه مسئولین دولت، ادارات، پارلمان اگر با آلمان مسافرت میکنن کوشش کنم که اینا رو پیدا بکنم و از زبان اینا مطالبه بره چی بکنم، چون فکر میکنم که خبرگزاری های خارجی شاید به مسائل مشخصی علاقمند باشن. البته اونام تا اندازه زیادی حقایق رو بیان میکنن، ولی حقایق گفتن حقایق از زبان نمایندگان مردم افغانستان میتونه که یک پیام بسیار خوبی نیکی باشه برای هموطنان عزیز ما. من از شما بسیار تشکر میکنم، همچنین از شما تشکر میکنم. سلام های مهاجرین رو به موکلین خود در ولایت که هستن تقدیم بکنین. همچنین شما بینندگان محترم هم تشکر میکنم که وقت خود را صرف کردین و این صحبت ها را شنیدین. تشکر.